بر تو فدا سازم جان. عاشقم با کمال تأسف باید بگم که مانعش بودم برای چند سال. دلیلم هم این بود که مملکت ما آزاد میشه، تو باید درس بخونی، تو باید خودتو بسازی که بتونی مملکتو بسازی. یه روز اومد گفت مامان کدوم مملکت؟ مملکتمونو به غارت بردن، مملکت نذاشتن برای ما، من باید بشم مجاهد خلق و باید ایران آزاد کنم، باید رئیس جمهورمون مریم رجوی رو به ایران ببرم. بیشتر ساله بودیم که خونه خودمون رو پیدا کرده بودیم. هر چی بود رو باید کنار میگذاشت و عازم سفری میشد و منم تنها هم سفرش بودم. من هم انگار در قلب ندا بزرگتر میشدم و قسمت بیشتری از وجودش رو فرا میگرفتم. یک چیز درم تغییر کرده و بیش از هر وقت دیگه اینجا جای منه و نه رو درواسی دارم با کسی، نه تعارف و نه کوچکترین احساس فاصله. یعنی اینجا خونه منه و من از همه نزدیکتر هستم. فقط خدا میدونه چه احساس مسئولیتی روی شونه هام میکنم. واقعا ایمان دارم که میتونم پا به پای رهبریم بیام و بار مسئولیتم رو بردارم. فقط یک چیز براش مهم بود. همیشه ایمان دارم که مهم اینه که یک آجر سفت و محکم این خونه باشی. حالا کجاش مهم نیست. همین شور و حال و سرزندگیش و عشقش به مردم و زندگی بود که نمیتونست ببینه که به هر حال آمال و آرزوهای مردم ایران اینطوری پرپر بشه و دلش میخواست که این رو، این سرمایه ها رو برای مردم ایران حفظ بکنه، اگرچه به قیمت جون خودش. ندا عاشق بچه ها بود و عاشق همه بچه ها، به خصوص بچه های ایرانی بود. همیشه تو کیفش عکس دختر داشته دفعه. بله، گلی اسمشو گذاشته بودیم گلی. احساس میکنم که خدا خیلی خوشحاله که چنین انسانهایی رو روی زمین داره که او رو نمایندگی بکنند. نمیدونم من روز رسیدن این رهبری به ایران رو خواهم دید یا نه. خیلی دلم میخواد باشم و زنده شدن تک تک دختران و پسران ایرانی رو بعد از ورود مسعود و مریم به ایران ببینم. خدایا فطر رهایی مردم ایران رو هرچه زودتر برسان. من از سهم خودم به عنوان کسی که فقط دخترم رو به دنیا آوردم، خانم رجوی و شیر همیشه بیدار رو پدر مادر ندا میدونم، چون اونا بودن که به ندا یاد دادن و نداها رو ساختن. اونها این نصر رو ساختن. اون روز فهمیدم که منم بخشی از آتشی و آتشفشانی بزرگ هستم، آتشفشانی که شعله های بسیاری دارد. اون روز فهمیدم که من و ندا تنها نبودیم. وقتی میگه باید، دولت فرانسه باید جواب توی این اقدامش باشه. باید حرفش رو جدی گرفت. بله ما در اینجا در حال اعتصاب غذا هستیم، برای اینکه دولت فرانسه پناهندگان سیاسی ایرانی رو دستگیر و زندانی کرده. دستگیر شدگان جزء محترمترین و تحصیل کرده ترین مردم ایران هستند. ما در اینجا هستیم و تظاهرات خودمون رو تا زمان آزادی اونها ادامه میدیم. دولت فرانسه حق نداره اونها رو در زندان نگه داره. اونها در فرانسه زندگی میکنن چرا که خواهان آزادی و دموکراسی هستند. این تنها دلیلیه که اونها کشورشون رو ترک کردن. دولت فرانسه مشغول مذاکره با رژیم ایرانه.
این همون رژیمیه که 120 هزار ایرانیو کشته. عموی من هم به دست این رژیم اعدام شده. ما همه در اینجا هستیم و زندگی ما برای مقاومت ایرانه، چرا که تنها این مقاومته که میتونه آزادی و دموکراسی رو به کشور ما برگردونه. این عادلانه نیست که دولت فرانسه چنین کاری انجام بده. دولت فرانسه باید جوابگوی این اقدامش باشه، چرا که این عمل ناعادلانه است و بدون هیچ دلیلی انجام شده. ما در همینجا خواهیم بود. یک زن در اینجا به من گفت که اقدام به خودسوزی میکنه. یک زن این رو به من گفت، اما ما همه این کار رو خواهیم کرد، برای اینکه تنها دلیل ما برای زندگی اینه که اعتقاد داریم که مقاومت ایران آزادی رو به ایران برمیگردونه. اگه ما این دلیل رو برای زندگی آزاد نداشته باشیم، حتی یک ایرانی هم آزاد نخواهد شد، برای اینکه چیزی که این آزادی رو محقق کنه وجود نخواهد داشت. مجاهد خلق، درست بود که بیتابی میکرد، منو هم بیتاب کرده بود. انگار دیگه جسمش تحمل شعله های سرکش قلبش رو نداشت. میپرسید دیگه چه کار باید بکنم که نکردم. هنجرش پر از فریاد، همه ی حرف ها رو زد. حرف ها چند قدم جلوتر در مقابل نامردمی که در کار بودن میمندن. گوش های کر توان شنیدن فریاد ها رو نداشتن. چشم های کور این رو ندیده بود. تنها سلاح فریاد بود، فریاد و اعتراض. نمیدونستم که یک روز نه در تروریسم مستقیم رژیم، بلکه در معامله های کثیف بین المللی با بندوبست با رژیم ندا باید جونش رو فدا کنه. ما لایق آزادی هستیم، ما خون دادیم، آزادی رو با خون میخریم، مریم رو به تهران میبریم. اون روز از لحظه‌ای که ندا روانه شد من ترس برم داشت. آخه تصمیمشو گرفته بود، به هیچ هشداری گوش نمیداد. بهش اعتراض کردم، حتما یه راه دیگه ای هست، فکر کن. دروغ گفتم، راه دیگه ای نبود. من میدونستم به چی فکر میکنه. به آرزویی که ایران رو آزاد ببینه، آرزویی که دخترکش آزاد بشه، آرزویی که قدم گذاشتن اونها رو در سرزمین ایران ببینه. ولی آخه آرزوش در بند بود، آرزوش ازش گرفته بودن. تا کی باید فریاد میکرد؟ یادم یکی به هم گفته بود من شهادت طلب نیستم، من با عشق مبارزه میکنم، من عاشق زندگی و آزادیم. بهش گفتم آخه من چه گناهی کردم؟ منم مثل تو احساس دارم، درد دارم. کی میگه خشک و تر رو باید با هم بسوزونم؟ اما ندا دست بر نمی داشت، دست بر نمی داشت. چقدر برام درد بود که من اون روزها دیوارها مانع بودند، درها برون بسته بودند، به هم اجازه حتی حرف زدن نمی دادند و الا امکان نداشت اجازه بدم که شما چنین کاری رو بکنید. دلم می خواست به هر قیمت خودم به شما می رسوندم و حتما به شما می گفتم که نباید این کار رو بکنید. اما دیوارها و درها و خیلی چیزهای دیگه مانع من بود، حتی خبر رو به من دیر دادن. شدم تا آسیبی بهش نرسونم، اما اون باز هم به سمت من میومد و خودش رو به دامن من میانداخت. پاهاش استوار و محکم بودند،
من همه وجودش رو حس می‌کردم. هرچی بود صلابت بود، استواری، عرق و عشق. مشت‌هاش رو تو هوا بلند کرد. گور گرفتم. فریاد ندا شعله بر شد. آنقدر شعله بر بود که میتونستم سیاهی رو تا بن استخوان بسوزونم. ندا دیگه هیچ چیز رو برای خودش نخواسته بود. حتی جسمش رو، همه چیز رو وسط گذاشته بود و من رو در آغوش گرفته بود. من آزادانه شعله بر بودم و او فروتنانه و عاشقانه میسوزد. اتب الله و اتمسک. اللهم اغفر نعمتك المجاهدة الشهيدة بفسح